کارمان که تمام شد نماز خواندم و رفتم افتادم روی تخت. خیلی خسته بودم، دلم میخواست بخوابم ولی زینب نمیگذاشت. از وقتی پایم رو توی خانه گذاشته بودم میخواست خودش رو به من بچسباند. هی میگفتم برو بگیر بخواب، من خستم، به خرجش نمیرفت. وقتی آمد توی اتاق و با لحن کودکانش گفت میخوام پیشت بخوابم، دیگه دلم نیومد دوباره دست به سرش کنم. گفتم بیا. او را کنارم گرفتم و به موهایش دست کشیدم. حالا که او را در بغل داشتم و معصومیت و لطافتش را حس می کردم، دیگر نمی خواستم به هیچ چیز جنت آباد فکر کنم. وقتی زینب پرسید کجا بودی، گفتم جنت آباد. گفت چی کار می کردی؟ ماندم چه بگویم. مکس کردم و گفتم کار داشتیم، الانم خیلی خستم. بعد برای اینکه ذهنش را منحرف کنم پرسیدم شما امروز چی کارا کردی؟ گفت هیچی، خسته شدم، همش توی خونه ایم، دا نمیذاره بریم بیرون، میگه خطرناکه، بابام که نیومده. گفتم دا راست میگه، نباید برید بیرون، بابام هر جا باشه دیگه پیداش میشه. بعد به خودم گفتم چه تو خونه چه بیرون دیگه هیچ فرقی نداره، همه جا خطرناکه. زینب مجبورم کرد براش قصه بگم. هرچه میگفتم خستم، خوابم میاد، زیر بار نمیرفت. آخر سر یک چیزی سرهم کردم و برایش گفتم. زینب که رفت، لیلا که کنارم دراز کشیده بود شروع کرد به پرسیدن. این یکی بدتر از آن یکی بود، به هیچ جوابی قانع نمیشد. وقتی هم رضایت داد دست از سرم بردارد، خودم از شدت خستگی خوابم نمی برد. چشمهایم که روی هم رفت، کابوس ها به سراغم آمدن. انگار توی قبر بودم و یک نفر مرا به اون قان میکشید. هرچه تلاش میکردم خودم را از دستش رها کنم نمیشد. همینطور که در تقلا بودم، دیدم از مسافت نچندان دوری چهره های عجیب و غریب و ترسناکی به طرفم حمله بر شدند. خواستم از توی قبر بیرون بیام و پا به فرار بگذارم، ولی پاهام محکم گرفته شده بود. نه راه پس داشتم و نه راه پیش. در آخرین لحظاتی که آن موجودات ترسناک نزدیکم شدن، از خواب پریدم. بعد جوری عرق کرده بودم، قلبم میخواست از قفسه سینم بیرون بزنه. صلوات فرستادم و خدا را شکر کردم که از خواب پریدم، وگرنه از ترس قالب تهی میکردم. دوباره که خوابم برد، باز خواب دیدم. تا صبح چند بار از صدای نفس زدنهایم بیدار شدم. یک بار که از خواب پریدم صدای دارا شنیدم. به بابا میگفت تو چرا به این دختره چیزی نمیگی؟ چرا مانعش نمیشی جنت آباد نره؟ از حرف دا خیلی ناراحت شدم. گفتم الان کار دستم میده. ولی بابا گفت الان وقت این حرفا نیست. ما باید خودمون هوای همدیگه رو داشته باشیم. اگه قرار باشه من نذارم، پس کی میخواد جلوی دشمن بیسته؟ اینجوری که دشمن یه روزه میاد همه مملکتمون رو اشغال میکنه و شرف و ناموس و هممون رو از بین میبره. اینها نه ناموس سرشون میشه نه دینامون دارن. با حرف بابا خیالم راحت شد و دوباره خوابم برد. آخرین بار که بلند شدم از آن صبح گفته بودن. از جا کنده شدم و رفتم نماز رو خوندم. از دا که بیدار بود پرسیدم دیشب بابا کی اومد؟ گفت آخر شب. پرسیدم پس الان کو؟ گفت اذانو که دادن رفت. خیلی دلم میخواست دوباره برگردم توی تخت خواب و تا ظهر بخوابم، ولی چون میخواستم برم جنت آباد باید دست کار میشدم. لیلا هم یک دفعه از جا پرید. دوتایی هول هولکی شروع کردیم به کار کردن. صبحانه درست کردیم، سفره انداختیم. سر سفره لقمه درست کردم و دست بچه ها دادم. لباس پوشیدم. دا وقتی دید من و لیلا در تکابوی رفتن هستیم، گفت کجا؟ دوتایی گفتیم جنت آباد. گفت چرا دوتاتون با هم؟ لااقل یکیتون بمونه کمک کنه. من گفتم من که نمیتونم بمونم. بهشون گفتم امروز هم میرم، قول دادم برم کمک. لیلا هم با تضرع گفت دا منم میخوام برم کمک کنم. دوباره منم گفتم سعی میکنیم زود بیایم کمکت کنیم. دا سکوت کرد.
ما هم معطل نکردیم و از خانه بیرون زدیم. توی راه از اینکه لیلا با من میآید نگران بودم، چون دختر عاطفی و حساسی بود. برایم سوال بود که چرا هرچه از صحنه‌های دلخراش آنجا بیشتر میگفتم او بیشتر پافشاری میکرد که بیاید. جوابی که برای این سوال داشتم این بود که من و لیلا چون فقط یک سال با هم تفاوت سنی داریم و توی کارها همیشه با هم بوده ایم، او دوست دارد که همه جا با من باشد. الان هم نمیخواهد از کاری که در آن برای مردم خیلی وجود دارد عقب بماند. برای اینکه خیالم از بابت لیلا راحت باشد گفتم میریم جنت آباد، باید سریع مشغول به کار بشی یا معطل نکنی، بگی من نمیتونم، من میترسم، داری میای، هر کاری بود باید انجام بدی. بیچاره برای اینکه با من بیاد گفت باشه، هر کاری که بهم بدن انجام میدم. خیلی زود رسیدیم جنت آباد، چون اول صبح بود چندان شلوغ نبود. قصارها در حال لباس عوض کردن بودند. بیرون ایستادیم. وقتی زینب چکمه پوش و دستکش به دست آمد سلام کردیم. زینب با خنده جواب داد و گفت نیروی کمکی آوردی؟ گفتم آره، این لیلا خواهرمه. زینب گفت الهی سفید بخت بشین، خدا خیرتون بده، با سن و سال کمتون اومدین کمک کنی. رو به لیلا کرد و ادامه داد دیروز خواهرت خیلی به ما کمک کرد، خیلی خسته شده بود. بعد به اتفاق هم رفتیم طرف قصارخانه. پشت در قصارخانه نرسیده دیدم تعدادی شهید آنجا خواباندند. زینب گفت اینا رو از بیمارستان آوردند. من حواسم به لیلا بود. از همون لحظه که چشمش به جنازه ها افتاد چشمایش گرد شده بودند، انگار تازه فهمیده بود که چه اتفاقی افتاده. با اینکه این همه سوال پیچم کرده بود ولی تا به چشم خودش ندید باورش نشد من چه میدونم. تازه عمق فاجعه را میفهمید. بدون اینکه لب باز کند و عکس العمل نشان بدهد به آنها خیره مانده بود. گاه به من نگاه میکرد، انگار با نگاهش میگفت این چیزی که میبینم چیزی نیست که تو میگفتی. بعد بلند شدیم به طرف قصارخانه راه افتادیم. لیلا با تعجب به قبرها که از دیروز تا به حال پر شده بودند نگاه میکرد و میگفت وای زهر را نگاه کن، اینجا تا دو روز پیش یه تیکه بیابون بود، چطور یه شب پر شد؟ لیلا راست میگفت. شهرداری از اول سال 1359 اعلام کرده بود اجازه دفن میت در جنت آباد را نمیدهد. مثل اینکه قرار بود فقط اگر مورد شهادت پیش بیاید مجوز دفن بدهد. حالا در عرض یکی دو روز تعداد زیادی شهید شده بودند. با اینکه رفت و برگشت ما نیم ساعت نشده بود ولی در جلوی در قصارخانه که رسیدیم خیلی شده بود. برخلاف دیروز چفت پشت در را نینداخته بودند و راحت رفتیم تو. باز لیلا با بغض و کنجکاوی آنجا را میکاوید و به جنازه های در حال شستشون نگاه میکرد. خشکش زده بود. توی چهرهش وارفتگی میدیدم. مستاصل به من نگاه میکرد. از نگاهش میفهمیدم میخواهد بگوید با این وضعیت چه کار کنیم. ولی این حالتش زیاد طول نکشید و زود دست به کار شد. انگار حرفم توی گوشش بود که نباید معطل کند. ولی او هم مثل دیروز من زیاد طرف جنازه ها نمی رفت. آب می آورد، کفن می برید و دست قصارها می داد یا برانکارت ها را جا به جا می کرد. به نظرم او خیلی بهتر و سریع تر از من توانسته بود با محیط قصارخانه کنار بیاید. شاید تعریف های من از اینجا زمینه را برایش ایجاد کرده بود. شاید هم به این دلیل که من در کنارش بودم، چون خودم هم احساس میکردم وجود لیلا در اینجا به من آرامش میده. حالا تنها نیستم و با اعتماد به نفس بهتری میتوانم کار کنم. با این حس فکر کردم باید بتوانم کاری جدیتر انجام بدهم. ضرورت هم دارد دست به کار شوم.
توی این فکر و خیالها دست و پا می زدم که زینب رودباری صدایم کرد و گفت دختر سید بیا. به خودم آمدم و گفتم بله. گفت بیا دولبه این زخم رو به هم بگیر خونش بند بیاید. وقتی دیدم به پهلوی شکافته و خونین زنی اشاره می کنند وحشت کردم و گفتم نه من نمیتونم، هر کار دیگه بگی انجام میدم غیر از این کار. به خدا دل این کارو ندارم، شرمندم. زینب چند تا لایه پنبه تا کرد و روی جراحت گذاشت و گفت دیگه باید عادت کنی. حالا بیا بگی. فشار بده شاید خونش بند بیاد. رفتم جلو و در حالی که بدنم مورمور میشد دستم رو روی پنبه گذاشتم. یه لحظه احساس کردم منجمد شدم و مغزم در حال جمع شدن و یخ زدن است. توی دلم به هم میخورد و همانطور که دستم روی زخم بود انگار خشکم زده بود. فکر میکردم از این حالت انقباض بیرون نمیام. هرچه میگذشت رطوبت خون از لایه‌های پنبه میگذشت و به دستم میخورد و دلم را به هم میزد. از ترس اینکه جلوی لیلا از قصالخانه بیرونم کنند جرأت نمیکردم عکس‌العملی نشان بدم. فقط توی دلم میگفتم چرا اومدم اینجا؟ این همه کار چرا اینجا؟ سرم رو برگرداندم تا متوجه حس حالم نشوند. از بخت بد چشمم به جنازه چند دختر بچه افتاد که توی غسالخانه آورده بودند. کار زینب که تمام شد زنها برای پاره کردن لباسها صدایم کردند. خیلی سخت بود. فشار عجیبی را باید تحمل می کردم و دم بر نمی آوردم. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها آتشی بردار منزل افرد دار خدا نور را پنجره را نور پشت پنجره